Today's A Journey Through Aesthetic Realms will be presented in Persian with subtitles in Arabic, Alexis or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Persian, Portuguese, Russian, Thai and Spanish. با درود به بینندگان محترم، به برنامه سفری به عوالم زیبایی خوش آمدید. مایه افتخار ماست که امروز یک هنرمند معروف جهانی رقص باله را به شما معرفی نماییم. وی طراح رقص و صاحب نظری برجسته است که به احیای باله ایرانی کمک نموده است. سوپریم مستر تلویزیون با آقای نیما کیان، هنرمند حرفه‌ای رقص باله، گفتگویی داشت. آقای کیان معرف فرهنگ و هنر ایرانی در اروپا و سایر نقاط دنیا بوده اند. نیما کیان در تهران متولد شده و در سن 18 سالگی به سوئد مهاجرت نمود و در آکادمی باله گوتنبرگ تحصیلات خود را در زمینه رقص کلاسیک و مدرن آغاز نمود. بعدها وی تحصیلات خود را در مرکز رقص اینترنشنال روزلال های تاور در کن فرانسه ادامه داد. آقای نیما کیان از آن زمان مقامی ارجح در میان استادان برجسته رقص و فرهنگ خاورمیانه داشته است. ایشان انستیتوی باله معتبری را در اروپا بنیانگذاری نموده و اکنون سرپرستی چندین انجمن فرهنگی را بر عهده دارد. او همچنین مقالات متعددی را به چاپ رسانیده و انجمنهای آنلاینی را آغاز نموده که منبع رجوع ارزشمندی برای مطالعات و پژوهش‌های دانشگاهی در رابطه با رقص ایرانی به ویژه باله ایرانی می باشند. اکنون لطفاً به مصاحبه ما با مهمان ویژه من آقای نیما کیان توجه فرمایید. با سلام و تشکر از اینکه وقتتون رو به ما دادین آقای کیان، اولین سوال من درباره این که چطور شد که شما باله رو به عنوان هنر و بعداً به عنوان حرفه انتخاب کردید؟ با سلام به شما و خدمت بینندگان برنامه تلویزیونی شما و تشکر از دعوتتون. خدمت شما عرض بکنم که علاقه به هنر باله و کلن رقص در من از نونهالی وجود داشته. در نوجوانی به این هنر با دیدنش در تلویزیون علاقه‌مند شدم. پس شما در ایام کودکی باله رو شروع نکردید، در زمان جوانی در خارج از کشور به طور کلی رقص باله رو شروع کردید؟ بله بله، هیچ مؤسسه برای تدریس و تحصیل باله در ایران وجود نداشت. بله. در آثاری که به وجود میارید آیا از سبک خاصی پیروی میکنید؟ بله، و اون سبک باله است. میدونید رقص انواع مختلف داره، رقص های محلی یا فولکلور هست، رقص های عرض به حضور شما جاز هست، رقص مدرن هست و باله هم یکی از انواع رقصه که از قضا مادر همه انواع رقص میتونه به حساب میاد، چرا که زبان تکنولوژی باله یک زبان علمیه که در بقیه سبک رشته‌های مختلف رقص ازش استفاده میشه. همه آثاری که زیر سقف سازمان باله ایران به وجود میاد همه پیرو به این سبک باله هستن، حالا یا باله مدرن یا باله کلاسیک. و در سازمان باله ایران به طور مستقیم اگه بخوام مثال بزنم رقص فولکلور اجرا نمیشه، بلکه اگر بخوای از رقص‌های فولکلوریک ایرانی استفاده بکنیم این آثار، این سبک‌های رقص فقط الهام بخش اون اثری هستن که ما با یک تم فولکلور اجرا میکنیم. آقای نیما کیان با پایه‌گذاری مؤسسه رقصشان با عنوان سازمان باله ایران هنر باله میهن خیش را در غرب احیا نمود.
شما مؤسس سازمان باله ایران هستید. در مورد اهداف بنیان این سازمان برای ما توضیح بدید. سازمان باله ملی ایران قبل از انحلال در ایران به عنوان یک سازمان شناخته شده فرهنگی و هنری یه ایرانی در سطح بین‌المللی فعالیت میکرد. من بعد از اینکه تحصیلاتم رو در رشته باله تموم کردم و چند سالی هم به عنوان رقصنده مشغول به کار بودم، علاقه وافرم به فرهنگ ایران باعث شد تا به این فکر بیفتم که این سازمان منحل شده و از دست رفته رو به عنوان یک میراث هنری ایرانی بازسازی بکنم. در طی اون زمانی که سازمان باله ملی ایران در تهران و همچنین در سطح بین‌المللی فعالیت داشت، آثار کلاسیک زیادی به روی صحنه برده شد که همگی برگرفته شده و میشه گفت تقلیدی از آثار کلاسیک غربی بود، ولی همچنین آثاری به وجود اومد با الهام از فرهنگ ایران، به طور مثال باله سیمرغ یا باله بیژن و منیژه. و هدف من از بازسازی این سازمان یا بنیانگذاری سازمان باله ایران در خارج از کشور زنده نگه داشتن همین میراث فرهنگی بود. مرسی. شما در چه کشورهایی تا حالا برنامه اجرا کردید و با چه استقبالی روبرو شدید؟ با سازمان باله ایران از زمان تأسیسش در سال 2002 در اروپا و آمریکا برنامه اجرا کرده، کشورهای مختلف، و استقبال که بسیار عالی بوده، همیشه استقبال بسیار عالی بوده و سازمان باله ایران همه کارکنان و دستاندرکارانش واقعا افتخار میکنن به اینکه تونستن این فعالیت فرهنگی رو از زمان تأسیسش ادامه بدن. و شاید خیلی بجا باشه اینجا از بینندگان و کسایی که سازمان رو میشناسن و برنامه ما رو دیدن از استقبالشون واقعا تشکر بکنم. آیا شما در رقص هاتون برای بینندگان پیام مخصوصی میفرستید؟ آثاری که من به وجود آوردم همش حاوی یک پیام هست. گهگاه این پیام عرفانیه، چون حول و حوش یک مسئله عرفانی تدارک دیده شده، خلق شده. گهگاه این پیام اجتماعیه، مثل اثر زن که در مورد تساوی حقوق زن و مرد هستش. گهگاه این آثار خدمت شما عرض کنم حماسیه، مثل باله کاوه آهنگر که با الهام از شاهنامه فردوسی درست شده. شما رقصی با الهام از عرفان ایرانی طرح کردید؟ بله بله، یکی از موضوعاتی که من برای به وجود آوردن آثار جدید باله استفاده کردم موضوع عرفان هست که به دفعات به این موضوع من رجوع کردم و تا به الان من 4 اثر با الهام از عرفان ایرانی به وجود آوردم که اولیش بزم عاشقان بود با 18 رقصنده و آخریش هم برنامه بود که در سالن لوگان هول لندن اجرا کردیم به نام مولانا مولانا. وقتی برگردیم مصاحبه ایمان را با آقای نیما کیان، هنرمند باله و طراح رقص ادامه می دهیم. لطفاً با سوپریم مستر تلویزیون همراه باشید.